السلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على محمد و آل الطاهرین. اللهم صل على محمد جل فرج و اللعن دائم على اعدائه اجمعین الى یوم الدین. در خدمت روایت 16 از کتاب توحید باب به اصطلاح بدا بودیم، آخرین روایت باب بدا کتاب توحید روایت 16. در این روایت 16 که دیروز آغاز خواندن روایت کردیم، انشاءالله امروز از برکات این روایت بیشتر استفاده میکنیم و در محضرش هستیم. این روایت شریف از امام صادق علیه السلام است. از ذکر نکرده، فرموده که سئل العالم علیه السلام کیف علم الله؟ قال علم و شاء و اراد و قدر و قضا و امضا. که دیروز این مسئله رو اجمالا عرض کردیم که مراتب وجودی عالم و مراتب رابطه خدای تعالی با مراتب عالم رو با این 6 مرتبه که در این روایت شریف ذکر شده، یا 7 مرتبه که در روایت به اصطلاح بعدی در باب بعدی و روایت بعدی آمده، این تطبیق عوالم، تمام عوالم وجودی، تمام عوالم وجودی از عالم مادی محسوس که آخرین عالم وجود است که ما با چشم میبینیم و محسوس برای ما، اونقدریست که در رصد ما قرار میگیره و بقیهش هم این خصوصیت رو دارد، هرچند ممکنه ما در رصدمون نباشد، که عالم محسوس مادی است که با حواس انسان قابل ادراک است. قابل ادراک است، حالا ممکنه مثل هوا باشه که لطیف باشه، اما قابل ادراک است که خصوصیات مادی بودن رو دارد دیگه. حالا خصوصیات مادی بودن هم همون انواع خصوصیاتی رو که دیگه تغییر و به اصطلاح تقسیم پذیری و یادتون هست یا نه دیگه، این خصوصیاتی در عالم ماده هست، اون خصوصیات رو دارد این عالم ماده، و بالاتر که میشه عالم مثال، که نظیر عالم مثال و شبیه عالم مثال اگر بخوایم بشناسیم، عالمی است که در ذهن ما از صورت‌ها هست. عالمی که در ذهن ما از صورت‌ها هست که ما اشیاء رو می‌بینیم، صورتی از اونها در ذهن ما، حالا به هر مبنایی، چه مبنای فخر رازی، چه مبنای مرحوم صدرا، چه مبنای شیخ الرئیس، حالا مبانیشو الان کار نداریم که بر چه مبنا، صورت کلی در ذهن از او تو ذهن ما میماند. اون صورتی که در ذهن ما هست ماده ندارد، اون صورت هست اما بدون ماده، که در اونجا بقا هم دارد، رضا صورت‌های علمیه ابدیت دارند و تغییر پذیر نیستن، دیگه ماده ندارن، در اونجا تقسیم پذیر نیستن، تعلق به مقدار هست اما مقدار نیست، تعلق به مقدار هست، چون مقدار چیه؟ عرض ماده میخواد دیگه، موضوع میخواد، اما در اونجا چیه؟ در اونجا ما میتونیم 1 متر رو در ذهن تصور بکنیم، 1 متر تصور کردنی هست، اما 1 متر در بیرون قائم به یه جسم 1 متریه، اما 1 متر در ذهن قائم به یه جسم 1 متری نیست، لذا تقسیم پذیر نیست در ذهن. بله تو ذهن میتونیم در حقیقت بگیم که این 1 متر ما 100 تا 1 سانتی، اونم بی نداره، اما در خارج 100 تا 1 سانتی بالفعل محقق میشه، در اونجا در حقیقت چی هستش؟ بالقوه است دیگه، چون 100 تا 1 سانتی دیگه او تقسیم نشده، او یکی 1 متر رو تو فلسفه خوندیم دیگه، او 1 متر سر جاش محفوظه، 100 تا 1 سانتی هم که این میگیم تقسیم میشه، 100 تا 1 سانتی هم هستن، لذا در خارج اگر 1 متر رو تقسیم کردیم دیگه 1 متر رو نداریم، 100 تا 1 سانتی داریم، دیگه 1 متر نیست، تقسیم شده. اما در ذهن ما وقتی که 1 متر رو تقسیم می‌کنیم به 100 تا 1 سانتی، 1 متر هست، 100 تا 1 سانتی هم ایجاد یه صورت جدیدی ایجاد میشه، چون او خودش تقسیم نمیشه. دقیقا اینا بحث‌های دقیقی داره جای خودش، الان موضوع بحث ما بحث‌های فلسفی نیست، اما فقط نظام نشون بده که این بحث‌ها خیلی دقیقه و جدی است. خب این عالم مادی با این خصوصیاتش که در اینجاست متعلق علم الهی است، عالم مثال که عالم صورت متعلق علم الهی است، عالم سلام علیکم عالمی در حقیقت مثال اعلا هم به همین نسبت که کلی تر است، عالم عقل که در حقیقت عقول همون نظام عقل و شناخت عقلی باشد تو نظام در حقیقت مفهوم، و عالم عقل تو نظام مصداق، یعنی بحث عالم عقول و نظام ذهن ما که هر دو در حقیقت معنا دارد، اینم در حقیقت برای خودش متعلق علم الهی است، اون هم در حقیقت تو مراتب علم الهی است، و همچنین میره تا عالم اسماء الهی
که یا حضرت اسماء الهی یا عالم غلطه دیگه. اونجا میگن چی؟ چون محاسب الله دیگه نیست، اونجا میگن حضرت اسماء. حضرت اسماء در حقیقت میشه چی؟ حضرت اسماء اونجا هم در حقیقت علم الهی است. پس مراتب علم الهی از حضرت اسماء شروع میشه، عالم عقول یا جبروت رو شامل میشه، عالم ملکوت تعبیر رو ببینید هم قرآنی هم در حقیقت فلسفیش رو عرض میکنم که عالم اسماء داریم، عالم در حقیقت جبروت داریم، عالم ملکوت داریم و عالم جسمانی که مادی در اینجا داریم. حالا تعبیر جبروت رو گاهی میگن عالم عقول و ملکوت رو میگن عالم مثال مثلا، همه اینا. یا بگید عالم عقول در نظام جبروت و عالم نفوس در نظام ملکوت، نفس هم اطلاق میشه که همینا رو اطلاقات مختلفه. همینا متعلق علم الهی هستن و علم الهی تو تمام مراتب محقق است. و اگر چیزی میخواد در عالم ماده محقق بشه، اگر چیزی میخواد در عالم ماده محقق، باید تمام مراتب قبلی رو طی کرده باشه تا رسیده باشه به عالم ماده. یعنی تمام مراتب علم قبلی حضرت حق باید طی شده باشد تا برسد به عالم ماده. لذا اون حقیقتی که در عالم ماده میخواد محقق بشه، باید مراتبی از در حقیقت تنزل رو از عالم اسماء و حضرت اسماء آغاز کرده باشه. و این من شیء الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدره. تو هر مرتبه که میاد خصوصیتی پیدا میکنه، تو هر مرتبه این شیء خواصی دارد، آثاری دارد و لوازمی دارد و به گونه ایست که با گونه مرتبه بعدی متفاوت از جهت آثار و لوازم و خواص. لذا میبینید که همیشه وقتی تو نگاه همیشه این مادی تو نگاه عالم مثال دیده میشه، اثری از او ظاهر است و گونه ایست. تو عالم عقل به گونه دیگری است، تو عالم اسماء الهی به گونه دیگری است. لذا هرچی بالاتر میره وحدتش شدیدتر میشه، سعش بیشتر میشه، قوتش بیشتر میشه و در حقیقت کثرتش کمتر میشه. هرچی به پایین میاد کثرتش بیشتر میشه، حدودش بیشتر میشه، ضعف وجودیش بیشتر میشه. پس این وقتی ضعف وجودی بیشتر شد، آثاری که از وجود ظاهر میشه کمتره، ضعیفتره. لذا ما تو عالم ماده برعکس نگاه میکنیم، چون عالم ماده برامون مشهوده و انس داریم، هر جایی که خصوصیت عالم ماده نباشد رو ضعیف میدونیم، هر جا عالم ماده خصوصیاتش باشه رو قوی میدونیم. دقت میکنید؟ اینم از اشکال محور و مقیاس رو کجا میگیریم؟ عالم ماده میگیریم و عالم ماده رو اصل میدونیم. و اگر میخوایم بهشت رو بفهمیم، اگر میخوایم جهنم رو بفهمیم، اگر میخوایم در حقیقت عالم مثال و عالم عقول رو بفهمیم، تشبیه میکنیم به عالم ماده، تشبیه میکنیم اونها رو به عالم ماده. این غلطه دیگه. این به اصطلاح تسبیح یعنی همین که از این. خب حالا خیلی عدید به این وارد نشیم. این مراحلی که در اینجا مطرح کرده خدای تعالی، علم، شاء، اراده، در حقیقت بعدش میفهم قدر، قضا، فامز یا انبد امزا، که این شش مرتبه ای که در اینجا بیان کرده، این شش مرتبه از اون مرتبه علم الهی که میخواد این نشأت بگیره، کنده بشه، بیاد تا محقق بشه، این شش مرحله رو میخواد طی بکنه. یعنی شش تا عالم رو میخواد طی بکنه. اینا هر کدوم خصوصیت چی هستش؟ خصوصیت یه عالمی از عوالم الهی است. همونجور که میفرماید که فی ستت ایام خدای تعالی آسمان ها و زمین رو خلق کرده، این ستت ایام شش مرحله است که شش مرحله. حالا اگر در بعضی از آیات دیگه میفرماید در دو روز عرض رو خلق کرد و در دو روز سما رو و در دو روز تدبیر در حقیقت سما و عرض را، اونم مؤید اینه، با این منافی نیست. اما فی ستت ایام خلق الله السماوات و الارض چی؟ ان الله الذي خلق السماوات والارض في سته ايام يا خلق الله السماوات والارض يا الله امين مد بله هو الذي خلق السماوات والارض هر دو تاش هست الله الذي خلق السماوات والارض في سته ايام خب هو الذي شمس هو الذي خلق خب یعنی این في سته ايام که خدای تعالی نظام آسمان ها زمین که آخرین مرتبه وجودی و ظهور مطلق میشه و ظهور جسمی بشه و جسمانی بشه به خصوص در عرض، خدا میگه در شش مرحله خلق کرده. و این شش مرحله چی هستش؟ مراحل وجودی عالمه، همه عالمه. اگر تو مرحله ای از عالم اون مرتبه باقی بماند، تنزل نداشته باشد، مراحل بعدی محقق نشده. لذا ایشون تو این روایت شریف این سیر رفت و برگشت رو که از عالم اسماء حضرت حق میاد تا میرسه به وجود بیرونی و اون وجود عینی و بعد برگشت از این رو تا برسه به اونجا، یعنی قوس نزول و قوس صعود رو چند بار اینجا تو این روایت شریف چکار میکنه؟ هی تکرار میکنن. هر کدام یه بیانیه، هر کدام یه جهتی داره، سلام علیکم و رحمت الله، هر کدام یه جهتی توشه
که با این نگاه و با این جهت در واقع چیکار می‌کنه؟ دائما این مسئله رو می‌خواد تثبیت بکنه تا جا بیفته، که دیروز مقدارش عرض شد که سوال شد سئل العالم علیه السلام کیف علم الله، علم خدا چگونه است؟ قال علم، علم عرض کردیم که می توانیم این علمه رو بزنیم به علم ذاتی حضرت حق، علمه که همه عالم رو خدای تعالی به علم ذاتی خودش عالم است، میداند. می توانیم این علمه رو بزنیم به علم چی؟ علم فعلی حضرت حق، که علم فعلی حضرت این علم ذاتی بعد علم فعلی، علم فعلی میتونیم بزنیم که علم فعلی میشه چی؟ علم فعلی میشه در حقیقت مبدا مشیت، مبدا مشیت علمه و شاه. اگر زدیم به علم ذاتی هم اشکال ندارد، شاعه میتونه در حقیقت اون مشیت نشأت بگیره از علم ذاتی، هیچ اشکالی ندارد، ظهور در حقیقت ذات باشه. علم و شاعه، شاعه عرض کردیم دیروز کجا اگر بخوایم تنظیر کنیم با نظام انسانی که انسان فاعل علمی است، انسان فاعل علمی است دیگه، یعنی اگر بخواد یک کاری رو اختیاراً انجام بده حتما باید قبلش تصور بکند، تصدیق بکند به فائدهش، اراده بکنن، شوق مؤکد در شوق مؤکد بیاد بعد اراده بکنن، سم چهار مرحله دیگه، تصور، تصدیق به فائده، شوق مؤکد، بعد چی؟ بعد اراده، درسته؟ این مراحل رو تو انسان ببینید، امکان نداره که فعل ارادی از انسان سر بزنه، حتی همین حرف زدنی که به این سرعت آدم داره حرف میزنه فعل ارادی دیگه، تمامش تصور شده، تصدیق شده، شوق مؤکد شده، اراده محقق شده. منتها چون انسان ملکه شده این حرف زدن براش و به کارگیری الفاظ برای القای معانی ملکه شده، اینقدر سریعه که اصلا قابل این که بگید چقدر زمان میبره نیست، این ملکه شدنه، ولی اینجور اینجوریه، یعنی من لفظی که دارم به کار میگیرم قطعا در حقیقت دارم تصور کردم، تصدیق کردم، الفاظ مختلفی ممکنه برای این بیان این معنا امکان پذیر باشد، اما چی هستش؟ اما این لفظ من گویاتر دیدم و به کار گرفتم یا انس با این بیشتر داشتم، زودتر به کارش گرفتم. خودشو میدونی کجا نشون میده؟ اینایی که زبان تازه‌ای رو یاد گرفتن حالا میخوان مثلا به کار بگیرن، چون ملکه نشده هی در حقیقت گاهی منومن میکنن، تو چند تا لفظ تو ذهنشه، بعد میخواد نزدیکترینشو برای این معنا، حافظش هم خوبه، همه را بلده ها، نه که بلد نباشه، از نابلدی نیست، از ملکه نشدنه، یعنی چون ملکه نشده میره چند تا لفظ برای این هست کدامشو به کار بگیره، کدامش گویاتره، لذا ببینید با مکس تا لفظ رو انتخاب بکند از بین الفاظ اون ذهنش و زخ خزینه ذهنش، اینجا مکس داره چون ملکه نشده این زبان هنوز براش، به راحتی در حقیقت لفظ خود به خود نمیاد دیگه اینجا، ولی برای ما که در حقیقت اون زبان مادری انسانه خود یا این دیپلمات ها مثلا ببینید وقتی میخوان حرف بزنن، دیپلمات های سیاسی همین زبان فارسی هم که میخوان حرف بزنن هی با مکس حرف میزنن، این مال این است که میدونه اگه لفظی رو به کار بگیره که به لوازمش ملتزم نباشه، حواسش نباشه به لوازمش، همین ممکنه مفسده ایجاد کنه، لذا با طمأنینه حرف زدن برای دیپلمات یه چی هستش؟ یک عقله، لذا اینجوری که اگه کسی تون تون حرف زد، خب تون تون حرف زد ممکنه یه جایی لوازم حرف رو انسان راه، این میخوام بگم که این تون تون حرف زدنای ما هم همش با یک تصور و تصدیق به فائده و شوق مؤکد و اراده صورت گرفته. همین مسئله نظیر این مسئله منطقه به نحوه چی؟ به نحوه که قابل انتصاب به حضرت حق است، نه با این حدودش، نه با این در حقیقت زوائدش، ولی به نحوه که علم ما در حقیقت خدای دادار علم ابتداعا علم در حقیقت ذاتی، که اون علم ذاتیش انفعالی نیست دیگه، علم در حقیقت غیر ذاتیش هم انفعالی نیست، علم و شاعه. پس از اینکه علم شاعه، یعنی مثل ما میگیم تو نظام ما تصور، تصدیق به فائده، شا اونجایی است که اراده کلی صورت میگیره تو نظام ما که میخوایم یه چیزی رو فهمیدیم، خوبه، قصدش هم میکنیم، دلمون هم میخواد، اما اینقدر براش برامون جدی نشده که با عزم جدی بلندش مبانا رو تا مانع پیش میاد، تا خلاصه چیز دیگری پیش میاد حواسمون پرت میشه یادمون میره، چون عزممون جدی نبود، میخواستیم، دوست هم داشتیم، خیلی هم پیش میاد، شاید اکثر مواردی که انسان داره پی میگیره کارهایی که قبول میکنه میبینید که اون عزم جدی برش نیست، لذا میبینید در یه حدی هم میمونه جلو نمیاد، این میشه شاعه، یعنی به نحو کلی این رو مشیت تعلق گرفته بهش، اما این تا مشیت تعلق گرفت تحقق نیست، اراده، اراده یعنی چی شده؟ پس از اون که شاع محقق شد و این مسئله در حقیقت بعد از علم شاع محقق شد، اراده یعنی عزم و جزم، برچی دارم عرض میکنم اینا تو نظام ما داریم تطبیق میکنیم همین رو، وقت با اون
به اصطلاح نگاه الهی که از زوائد عالم جسم و مثل در حقیقت جدا هست باید اونجا چیز کرد که علم شاء اراده، که اون مشیت ایجاد در موطنی است که انقدر اون کلی سری است که به هنوز به تخصص ها و تعین ها و تقدر ها نرسیده تو اونجا که شاء است. و اراده نسبت به شاء جزئی تره، اما نسبت به حقیقت خارجی جهان عالم بیرونی کلی است و کلی سعی است. لذا اراده بعد از اینکه شاعه اراده یعنی اراده حضرت حق تعلق گرفت به تحقق این در عالم در حقیقت چی؟ در عالم در حقیقت پس از عالم علم. یعنی تا به حال تو عالم چی بودیم؟ تو عالم علم بودیم، اما اراده که این مسئله مثل این که ما اونی که تو ذهنمونه اراده که بتونیم در حقیقت اینو ظاهرش بکنیم، اظهارش بکنیم. منتها این هنوز تو مرتبه بازم چیه؟ هنوز تو مرتبه عالم علم دیگه، اراده شده که اظهار بشه. بعد میفرماید که قدره. حالا وقتی که اراده کرد اونو محقق بکنه، مثل معنایی که شما تو ذهنتون القائش رو لازم دیدید، اون معنا رو میخواد به دیگری القا بکنید، درسته؟ یا انجامش رو لازم دیدید. وقتی میخواید انجامش بدید باید چیکار بکنید؟ باید براش صورت قرار بدید. صورت قرار دادن این قدره، یعنی اندازه، صورت، شکل که من با این الفاظ یا با این شکل این فعلم رو انجام بدم. اگر میخوام محبتم رو ابراز بکنم خوبه که در حقیقت چیکار بکنم؟ لبخند مثلا میخوام بگم، لبخند بر دهانم و زب و صورتم و تعظیم مثلا بر او اظهار محبت هست، درسته؟ این صورت قدره، این شکل داده میشه بهش که قدره و قضا. وقتی که اندازه پیدا کرد، شکل براش قرار داده شد، این شکل رو من تصور کردم، قضا مرتبه ایجاب است. یعنی قضا دیگه به مرتبه ایجاب میرسد و بعد قضا امضا. امضا ایجاد است. قضا چی؟ امضا بعدش. قضا ایجاب است و امضا ایجاد است. پس این شش مرحله‌ای که در اینجا ایشون فرمود، حالا در حقیقت پس از اینکه فرمود کیف علم الله قال علم و شاء، هر کدوم از اینا عالمی دارد، یعنی گونه نیستش که مثل نفس ما در نفس ما هم عوالم دارد، یعنی مرتبه علم ما، مرتبه اراده ما، مرتبه قضای ما، قدر ما، همه اینا عالمی دارد، اسمی دارد برای خودش، برای خودش خزینه‌ای دارد. ما خیلی به اینها توجه تفصیلی نداریم، اما تو نظام الهی اینا موجودات واقعی هستند، تو نظام خودشون، تو عالم خودشون اینها موجودات واقعی هستند که نظام علم الهی. بله توحیدی چطور اینها رو با هم یکی می‌کنیم؟ خب بله همین داریم، همین بحث این است که هر چی بالاتر میره چی میشه؟ وحدت شدیدتره. یعنی کثرت اونجا چی هستش؟ مثل اینکه شما نفس شما با اینکه همه این کثراتی که تو طول 100 سال انشالله 500 سال از شما انشالله خلاص از شما صادر میشه، بر شما وارد میشه، از شما صادر، این همه کثراته، این همه کثراته، ولی همه اینا به وجود شما قائم است، تو وجود شما توحید پیدا کرده. با اینکه این همه کثرات اما تو وجود شما چی شده؟ توحید پیدا کرده. همه قائم شما هستن، همه شأن شما هستن، افعال شما که از شما صادر شده همه حیثیتشون عین ربط به شماست. اینکه این همه افعال با هم پدرید، درسته؟ هم فرزندید، هم عالمی، تو عالم بودنتون مثلا هم فقیهید، هم اصولی هستید، هم مفسرید، هم محدثید، هم متکلمید، هم فیلسوفید، هم خلاصه حق مثلا بگید که عارفید، همه اینها در حقیقت چی هستش؟ همه اینها محقق است، ولی تمام این تکثرات به یه واقعیت قائم به انا. آیا این تکثرات منافی با وحدت شماست؟ وقتی میخواییم اراده کنی، وقتی میخواییم به هر کدومش به هر جهتی کنی، با هم باز یه تکثری اتفاق خب نداره این تکثرات به لحاظ خدای متعال بینید چجوری بگیم که اراده و علمش و اینا همه چطور به لحاظ جهاد دیگه، یعنی خدای تعالی تو مرتبه علم حق رو که در نظر میگیرید با قدرت حق، قدرت ذاتی، علم ذاتی و مثلا اراده ذاتیه، تمام اینها چی هستش؟ این هم دیگه است، مفاهیم منتزعه از یه حقیقت واحد است، مفاهیم منتزعه هستند دیگه. به لحاظ اینکه خدای تعالی عالم از او صادر میشود، خدا در حقیقت چیه؟ مرید است. به لحاظ اون که نسبت به همه عالم خدای تعالی عالم است، به همه جزئیات عوالم وجودی علیم است و علم به او منسوب است. اما آیا اونجایی که مثل شما وقتی میگیم با اینکه در ما صفات بعد از تحقق بعد بر ما بعدا تحقق پیدا کرد، ما قادر نبودیم، ضعیف بودیم و خدای تعالی به ما قدرت بعد اعطا کرد، جاهل بودیم و بعد خدا علم اعطا میکند، در اینجا با اینکه اینجوری جهل علم ما با قدرت ما در وجود ما با اینها چی میشه؟ متحد میشه،
با ذات ما، با این که چیه؟ لذا نمیتونیم بگیم این قسمت ذاتمون عالمه، این قسمت ذاتمون چیه؟ قادره. نه، اینجوری نیست. ذات ما هم عین علم ماست، هم عین قدرت ماست. با این که تازه قدرت و علم در ما زائد بر ذات بوده، از ابتدا ند بوده و بعد ایجاد شده، درسته؟ اما در خدای تعالی علم و قدرت و تمام اسماء الهی عین هم دیگه و عین ذات هم. لذا کثرت در اونجا در عینی که کثرت کثرته، اما کثرت مخل وحدت نیست. این نمونهش تو خود ماست دیگه، الان کاملا واضح با و به لحاظ بعدی ها، به لحاظ حیثیت هایی که اضافه بهشون میشن تو بعد از مرتبه ذات، به لحاظ اضافه ها تکثرات به لحاظ اضافه است. لذا خدای تعالی خالق هست، رازق هست، نمیدونم عفو هست، غفور هست، سخی هست، شد همه صفات دیگه به خدای تعالی انتساب پیدا میکنن به لحاظ اون متعلقی که تقاضا میکنه این را به خدای. ولی اما در خود خدای تعالی این حیثیت ها جداست؟ نه، به لحاظ اضافه که محقق میشه تکثر را هست. منو اگر کسی به تنهایی ببینه، هیچ حیثیتی از حیثیت من نبینه، من یه بسیطم. اما وقتی که میبینه پدرم، حیثیت پدر بودن، فرزندم، حیثیت فرزند بودن، اگر مثلا کارگرم، حیثیت کارگر بودن اضافه میشه و این باعث میشه که چی بشه؟ همه اینا تکثر در وجود من ایجاد بکنن، اما این تکثرات منافی با اون وحدت من نیست. تکثرات انتظار هم واقعیه، یعنی واقعا من پدرم، واقعا من فرزندم، واقعا فرزندم و حیثیت فرزندی غیر از حیثیت پدریست، واقعا غیر از حیثیت پدریست و واقعا هر دو غیر از حیثیت مثلا کارگریست که من دارم. دقت میکنی؟ کارگر بودن غیر از پدر بودنه، هر کدوم از اینا یه حیثیتیست، اما تو وجود من که میاد اینها متحد میشن با من، یه حقیقت واحد است که مبدأ همه اینا هست. نه، ببینید اونجایی که میگه بحث انتزاع، اینجاییست که مثلا تکثرات در عرض هم مثل اسماء و صفات الهی نسبت به حضرت هم، اینها مبدا انتزاعشون واقعی است، ولی مبدا انتزاع در وجود خدا کثرت ایجاد نمی‌کند. از این حقیقت بسیط به لحاظ اینکه به رزق منسوب میشه میشه رازق، به لحاظ اینکه به دقیقت خلق منسوب میشه میشه خالق، اما یه حقیقت واحد است. مثالشو به نفس زدم دیگه، نفس انسان مثال واضحیه تو همون هم همینجوریه دیگه. همین مسئله رو سرایت بدید تو اونجا، یعنی خدا رو بگیرید در حقیقت چی؟ ذاتی که علم دارد، درسته؟ بعد در حقیقت این ذات عالم شا از او نشأت میگیرد، یکی از این شاخه های علم میشه چی؟ شا، در حقیقت شاع، درسته؟ یکی از این شاخه های شاع میشه چی؟ اراده. یکی از این شاخه های اراده میشه چی؟ در حقیقت قدره. یکی از این شاخه های قدره میشه قضا، یکی از شاخه‌هاش میشه امضا. یعنی هر جایی که قدره محقق شد، ممکنه که این قدره به قضا نرسد، لذا قدره توش محو اثبات است. بعضی از قدره ها به قضا نمیرسد، درسته؟ و بعضی از قضاها که ایجاب است به ایجاد نمیرسد. دقت میکنید؟ هر کدوم از منتها اگر گفتیم قضا و امضا ایجاب و ایجاد است، البته اونجا حالا بیانم میکنیم که هر جا ایجاب شد دنبالش حتما ایجاد میاد دیگه. تا کجا چیز را دارد لوح محو اثبات؟ تا تقدیر، تا تقدیر لوح محو این تو روایت بید. اگه خیلی طولش بدیم اون وقت همین روایت هم تموم نمیشه، ما تازه باید باب بعدیش هم بخونیم. یه سوال دیگه شما بکن که دل شما هم نشکنه آقای سالی. بله، مراتب رو ظاهرا داره از مراتب بالا به پایین میاد، ولی حالا از پایین هم به بالا میره. آخه همین قضا و امضا مرتبه لوح محفوظ اثبات، لوح محفوظ میشه دیگه، یعنی حالا بیان میکنه شد به معنایی. نه، حالا بیان میکنه به معنای لوح محفوظن. به چه معنا؟ به معنایی که تحقق پیدا کردن، اما به معنایی در حقیقت پس از لوح محفوظ اثباتن. اینجا لوح محفوظ اثبات قبل از این لوح محفوظه، اما اون لوح محفوظی که قبل از لوح محفوظ اثباته و مبدا و لوح محفوظ، این قضا نیست. اصلا اون لوح محفوظ اینجا گفته؟ خب بله، داریم حالا بیان میکنیم، حالا میایم ان شاء الله یواش یواش که حالا یواش یواش آره. قال این علم و شاء و اراد و قدر و قضا و امضا. پس تا اینجا این شش تا مفهوم معناش روشن شد، یعنی میگید یک کلام منقض شد. میشه دوباره سوال خلاصه برای شد آخرین سوال باشه؟ میترسم به چیز نرسه. حالا یک شما بفرمایید که قرآن خوندید قاری نمیشه قاری رو خلاصه بالاخره. بله، اراده چطور میشه که اگر اراده به چیزی متعلق گرفته این تقدیر به اون اراده رو عوض کنه؟ حالا میاد این اصلا تو بطن روایت، حالا میاد که اینا رو رابطه هاشون رو اجمالا معلوم میکنن که اراده وقتی که تعلق میگیره، چون سعیه، دقت میکنی تو اراده سعی افراد مختلفی ممکنه از اون اراده سعی محقق بشن، چون سعیه. لذا تو ظهورم اینم بر نمیگرده که اراده ناقص است،
برمیگرده که اون حقیقت سعی اراده شد، اما اون اراده سعی ممکنه تو افراد عالم پس از خودش چند فرد در حقیقت از او چند در حقیقت ظهور محقق بشه، هر کدوم از اون ظهورها محقق بشه اراده محقق شده، اما نسبت به این ظهورها بعضیشون اراده بهشون تعلق نگرفته، بعضیشون اراده بهشون تعلق گرفته. لذا رابطه اراده با مرتبه قدره این است که در حقیقت تو تقدیر همه اون چی که اراده کشش داشت مقدر نشد. تو تقدیر همه اون چی که قضا در حقیقت اینا هم مراتبش الان میاد تو رواق واسلا. فبه علمهی تا اینجا فامزا ما قضا، حالا از پای میره به بالا. اول از کجا اومد؟ با واو عاطفه که در حقیقت علم شاء اراده قدره و قضا و امضا با واو اومده. واو دلالت بر ترتیب نیست به صورت متعارف، واو عطف دلالت بر ترتیب نیست. می تواند ترتیب هم رعایت شده باشد، می تواند هم نشد. من باوی که نشون بده که این واوی که در اینجا اومده ترتیب هم من بسیار توجه داشتم، حالا داره روایت جوری بیان میکنه که ترتیب هم از همین جوریه نسبتم. لذا فامضا ما قضا، اونی رو که قضا در حقیقت بود امضا، یعنی امضا در حقیقت چی هستش؟ تحقق قضاست. امضا ما قضا، دقت بکنید، و قضا ما قدر، قضا تحقق قدر است، درسته؟ قضا ما قدر و همچنین قدر ما اراد، اونی رو که در حقیقت تقدیر شد تقدیر تحقق اراده است، دقت بکنید، قدر ما اراد. فبه علم تا اینجا این چهارتا رو بیان کرد، بعد دوباره برمیگرده از اونجا از بالا دوباره. فبه علمهی کانت المشیه، ترتیب رو داره چکار میکنه؟ تصریح برش میکنه منتها با با. حالا تو اینجا ترتیب رو با فا گفت، تو قبلی اولی با وا، بعد با فا، بعد حالا با چی؟ با با. منتها با هم چون در حقیقت هم با ملابسه و معیت امکان پذیره، هم با سببیت امکان پذیره، با هم در حقیقت امکان هر دو طرف رو ایجاد میکنن، اما هی داره نزدیک میکنه. فبه علمهی کانت المشیه، به خواب سبب علم او مشیت محقق شد، یعنی سبب مشیت چیه؟ علم حضرت حق است. فبه علمهی کانت المشیه و به مشیتهی کانت الاراده و به ارادتهی کانت تقدیر و به تقدیرهی کان القضا، که هر کدام سببیتش رو داره بیان میکنن، و به قضاهی کان الامضا، به سبب قضاست که امضا محقق میشه. پس عالم های قبلی نسبت به عالم بعدی سببیت هم دارن، نه فقط ترتب هست اینا یکی پس از دیگه، چون ممکنه یه شیء مترتب باشد اما علت نباشن بر هم. اگر این میخواد بیاد باید او باشد، اما ممکنه به نحو شرط باشد، که اون باید در حقیقت ازن تفا شرط انتفال مشروط، اگر میخواد بیاد باید شرطش باشد، درسته؟ به نحو جز باشد، اگر میخواد یک کلی باشد باید جزش حتما باشد، اما میگه نه به نحو کل، نه به نحو شرط، بلکه به نحو سببیته، که هر عالمی که میخواد بعد باشد باید عالم قبلش باشد، به سبب اون عالم قبله که بعدی محقق میشود. پس نسبت قبلی با بعدی نسبت سببیته. اینم خود اینا هر کدوم یه عنوانی یا یه بیانی ها، فکر نکنید تکرار و مرادف گویی حضرت داره بیان، نه داره با هر کدومش افاده اصلی رو میکنه. لذا اینجا سببیت رو داره بیان میکنه که تا اینجا که ول علم تا کام و به قضایه کانل امزا، ول علم متقدمون علال مشیه. حالا از اینجا بیان میکند که سببیت بود، تقدم هم دیگه به صراحه میاد. تا اینجا تقدم لوازم کار بود، چون علیت بود لوازم هم بود، چون با به سبب بود در اینقدر تقدم هم. اما اینجا دیگه خود تقدم رو به صراحه ذکر میکند که ول علم متقدمون علی المشیه و المشیه ثانیه و الاراده ثالثه رتبه وجودی داره بیان میکنه حالا که و تقدیر واقع اون. تا اینجا ستا رو به ترتیب گفت و تقدیر واقع اون علی القضاء بالامضاء، این ستا رو با هم دیگه آورد کنار هم دیگه که و تقدیر واقع اون علی القضاء بالامضاء، که این ستا ترتیبش باز با معین میشه. فلله تبارک و تعالی از اینجا حالا قواعد دیگر رو بیان میکنه. این ترتیب معلوم شد، تقدم و سببیت معلوم شد، بعد میگه فلله تبارک و تعالی البدا فی ما علم متا شاء و فی ما اراده لتقدیر الاشیاء. تا کجا بدا راه دارد؟ بدا فی ما علم، دقت میکنید ببینید، فلله تبارک و تعالی البدا فی ما، این تلفن ما نیست صدا میکنه، من این جلومه دارم نگاهش میکنم، این ساکته بیچاره، این بند خدا، یعنی ما بیچاره، می بیچاره برای خلاصه ما بیچاره، میفرماید که بله فلله تبارک و تعالی البداء فی ما علم متا شاء، دقت بکنید، متا شاء، خطو گم کردم، بله فلله تبارک البداء فی ما علم متا شاء و فی ما اراده لتقدیر الاشیاء. تا اینجا بدا راه دارد، فی ما علم
درسته؟ و شاعه و اراده و قدره. تو این چهارتا چیه؟ تا اینجا بدا راه دارد. اما پس از این چهارتا که قضا و امضاست، اونجا حتمیته. جایی که حتمیته، قضا دیگه در بدا در اونجا راه ندارد. لذا میفرماید که و فی ما اراده لتقیق فعضا وقع القضاء بالامضاءه، وقتی که قضا به امضا محقق شد میشه لوح محفوظ. منتها لوح محفوظ چیه؟ لوح محفوظ پس از قدره. ببینید ما یه لوح محفوظ پس از لوح محفوظ اثبات داریم، یه لوح محفوظ قبل از محفوظ اثبات داریم. اون لوح محفوظی که قبل از محفوظ اثباته علت برای محفوظ اثباته، اما اون لوح محفوظی که بعد از محفوظ اثباته لوح محفوظ اثبات علت برای اونه. دقت کردید چقدر با هم متفاوتن؟ اونی که در خارج محقق میشه، این شی در خارج محقق میشه، تحقق این لوح محفوظ و دیگه غیر قابل تغییره. یعنی وقتی تحقق پیدا کرد، نشون دهنده این بود از شی ما لم یجب لم یوجد، وجوب پیدا کرده. وجوب یعنی چی؟ یعنی دیگه در حقیقت بدا در او را ندارد و لوح محفوظ است. پس عالم هستی و کون عالم چی هستش؟ عالم کون عالم لوح محفوظه، منتها این لوح محفوظ پس از محفوظ اثباته. یه لوح محفوظ هم قبل از محفوظ اثبات داریم که اونجا در حقیقت همه چیز به ثبات حضرت حق ثابت است، همه چیز به علم حضرت حق معلوم است. او در حقیقت قبل از خلق است، این بعد از خلق است. این لوح محفوظی که در عالم هستی الان هست، این لوح هستی است. لوح هستی و تحقق خودش، صحیفة الکون خودش لوح محفوظه. صحیفة الکون یعنی وجود، عالم وجود خودش چی هستش؟ لوح محفوظه، چون تحقق پیدا کرده. اونی که تحقق پیدا کرده دیگه نمیشه که نبوده باشه. بله ممکنه عجل داشته باشه این موقعی هم بین بره، اینم جز لوح محفوظشه. اما اگر چیزی محقق شد نمیشه که دیگه بگید تو اونجا نبوده باشه. همونی که بوده نبوده باشه، خب اجتماع متناقضه میشه دیگه. اگر بود دیگه نبود با اون معنا نمیده، این میشه لوح محفوظ. اینجا دیگه جای تقدیر نیست، جای بدا نیست. این پس عالم هستی خودش لوح این خودش این نگاهیست به اینکه لوح محفوظ میتونه چه معنایی داشته باشه که تغییر درش. این لوح محفوظی که پس از لوح محفوظ اثباته، لذا ما یه قضای پس از قدر داریم، یه قضا در روایات، یه قضای چی داریم؟ قبل از قدر داریم. قضای بعد از قدر هم تغییر پذیر. اگر در اونجا که میفرمایند که الدعا مثلا یا رد القضا و دوبر من ابرامن، این قضای پس از قدر رو میگن، این قضای پس از قدر رو، به خاطر اینکه هنوز به امضا نرسیده اونم. اونم در حقیقت به لحاظ ماست که ولو ابر من ابرامن، یعنی ابرامن شدیدا. ابرامن شدیدا یعنی چون وجود که ابرام چیز ندارد که، تشکیک درش نیست که در وجود، وجود یه مرتبه. اما میگه ولو ابر من ابرامن یعنی به مرتبه نزدیک نزدیک چی؟ تام رسیده باشد. این تشکیک درش بیان شده، لذا نزدیک به قضاء ختم شده باشد. خب بعد میفرماید که فاذا وقع القضاء بالامضاء فلا بداء فالعلم فی المعلوم قبل کنه. علم در معلوم هست قبل کنه، یعنی چی؟ ما علم برای ما کی محقق میشه؟ بعد از کن. یعنی وقتی من این تو خارج هست نگاه به شما علم به این پیدا میکنم. اما یه مهندس وقتی که میخواد یه خانه رو در حقیقت بسازه، نقشه ای رو که اول میکشد، این قبل کونهی این علم در حقیقت معلوم چی شده؟ محقق است. منتها اینم یه مرتبه است، ولی اینم حتما باز شکل گرفته باشه. از کجا؟ از صورتهای قبلیش. اما در خدای تعالی علم در معلوم هست قبل کونه، یعنی نظام علم الهی رتبهش قبل از نظام کونه، یعنی عالم کون رتبهش و نه زمانش. عالم کون هنوز محقق نشده، خدای تعالی عالم به تمام در حقیقت اون چیزی است که میخواهد مقدر بشود و مکون بشود و خلق بشود. چون خلق تو زمان ما را تو زمانی و این در حقیقت برای ما اینه. خدای تعالی خالق تمام هستی است، خالق احاطه دارد. خالق اینجوری است که بگه حالا خلق کنه ببینیم بعدن چی میشه، یا بعدن علممون به 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 چه خونه ای شد، ساختیم چه خونه ای شد، کیفش بکنه. مهندسان وقتی که میسازه بعد میره میگه عجب چیزی شد، مثلا بهتر از اونی هم که فکر میکردی. خدا که این گونه نیست، علمی که در خداست اشرف از اونی که در خلق محقق میشود. دقت میکنید؟ اونی که در خلق محقق میشه علم الهی اشرف از اونه. به او هم در حقیقت چون به او علم دارد علت دیگه، علت به معلولش هم حتما
علم هست. لذا این فل علم و فل معلومه قبل کنه، اگر بخوایم به اصطلاح فلسفیش بیان بکنیم، ما یه معلومه به ذات داریم، یه معلومه بالعرض. معلومه به ذات چیه؟ اون صورتی که تو ذهن من الان از شما، از این اشیا تو ذهن من یه صورتی هست، اونو میگیم معلومه به ذات. اونی که من باش متحدم، علم و عالم و معلوم متحده، کدام علم معلومه؟ معلوم به ذات، اون که همراه منه. علم و عالم و معلوم در حقیقت چی هستن؟ متحده با معلوم به ذات که تو درون منه. اما یه چیزی تو بیرون بوده که من از اون علم پیدا کردم، اون میشه معلوم بالمرض. درسته؟ لذا خدای تعالی علمش معلوم به ذات، من تو معلوم به ذات ما تو ذهن، معلوم به ذات خدای تعالی همون حقیقت علمشه، حقیقت مبدعیت عالمه، حقیقت در حقیقت مبدعیت هستی که اون میشه در حقیقت نظامه. لذا تعبیر دقیق نه، فل علمو فل معلومه قبل کونه، قبل از اینکه تو عالم ایجاد بیاد چی هستش؟ معلومه به ذات کجاست؟ کون کجاست؟ معلوم بالعرض. فی کون قبل کونه، کون کجاست؟ معلوم بالعرض، اون که در بیرونه. معلوم چیه؟ معلوم به ذات. فل علمو فل معلومه قبل کونه، قبل از اینکه بخواد ایجاد بشه و تحقق. اون قبل کونه یعنی تحققی دارد اون علم، اون معلومی تحققی دارد یا ندارد. اما این کون نیست، این خلق نیست. معلوم هست اما خلق نیست. اگر خلق نبود قائم به خود چی میشه؟ قائم به خود حضرت حق میشه. این چرا؟ این از این برای بود. بعد میفرماید که فل علم و فل معلوم قبل کنهی، تو مشیت هم همین جوریه. فل مشیت و فل منشر قبل چی؟ قبل عینهی. مشیت هم در منشر قبل از عینشه. دقت میکنی؟ یعنی چی؟ یعنی اونی که اراده میکنم من مشیت من بهش تعلق میگیره، اونی نیست که در خارج محقق میشه و مشیت به او رسیده، بلکه کدام است؟ اونی است که در حقیقت، اونی است که تو شائما محقق شده، اونش شائ به ذات. دقت میکنی؟ ما یه شائ به ذات داریم مثل علم به معلوم به ذات، یه شائ به الارض داریم اونی در خارجه. نه مثل که خلاصه بایی که بیسه داستو فل مشیت. بله میفرماید که ول مشیت و فل منشا قبل عینه، قبل از اینکه تحقق عینی پیدا کند مشیت در منشا محقق است. درست؟ اون مشیت چیه؟ به ذات دیگه. معلومه اینا یا نه؟ خب دیگه پس ما خیلی خلاصه داریم توضیح میدیم. ول مشیت و فل منشا قبل عینه، همینجور که اراده، اراده به ذات داریم، اراده بالعرض داریم. اراده به ذات متحد با، یعنی امکان ندارد مرید اراده بکند و مراد و اراده او عین هم دیگه نباشن. هرچند در بیرون ممکنه که من اراده بکنم چیزی محقق نشه، اما مراد به ذات با من متحد است. پس بین اراده و مراد به ذات اتحاده، اما مراد به لرز اونیست که در بیرون محقق میشه. پس اینجا میفرماید که بل ارادت و فل مراد قبل قیامه، اراده در مراد هست. کدام اراده در مراد هست قبل قیامه؟ این اراده قبل از این قیامه ایشه، اون اراده به ذاته. منتها در خدا، در ما اگر ایجاد نمیشه ضعف اراده ماست که در خارج محقق نمیشه. اما در خدا اگر ارادش به مرتبه تحقق نرسد یا طول بکشه که برسه، برود چیه؟ به نقص قابله. قابل ظرفیت نداشت این اراده اخذ بکنه. دقت میکنید؟ ضعف قابله. لذا اونجا در حقیقت عالم ماده عالم تضاهماته. خدا فیضش دائمه، همه در حقیقت اسماءش تجلی میخوان در عالم، منتها عالم ماده قدرت ندارد همه اسماء الهی رو متجلی بکند به تمام ظهوراتشون. لذا به بعض ظهورات متجلی میشن. این نقص عالم چیه؟ ماده است که ماده محدود، هیولا محدود، استعداد محدود. این استعدادها باید یکی از اینها به فعلیت، او دیگری، این بعدی باید بعد از این بیاد، او بعدی باید. اما تو نظام مفارقات اینجوری نیست. اونجا منشأ و منشأ و در حقیقت شاه در اونجا اتحاد دارد و تحقق دارد، نظام عالم مجردات. درسته؟ اونجاها دیگه اینجوری نیستش که ضعف قابلی باشد، ولی تو نظام عالم مادی ضعف قابلی هست. بعد میفرماید که بله و تقدیرو، تا اینجا ستاره گفت، و تقدیرو لحاظ المعلومات قبل تفصیلها. تقدیر محقق میشه برای این معلوماتی که بخواد محقق، اما قبل تفصیلش کجاست؟ تفصیلش اونجاییست که برای اینها اون جزئیات اینها حالا بخواد معلوم بشه. قبل تفصیلها و توصیلها، عیانا زمانش، شخصش، رنگش، شکلش، در حقیقت مکانش، همه اینها تو بعد از تقدیر محقق میشه که تو تقدیر اینها پیش میاد. یعنی دیگه تو مرتبه قبل از تقدیر اراده اینا نبود، به صورت وجود سعی بود، اما حالا میرسه به وجود چی؟ جزئی. وجود جزئی که شکلش معلوم باشه، از زمان عجلش تا کیه، عمرش از کی تا کیه این موجود که میخواد، اینا تو تقدیر محقق میشه. لذا
لیلة القدر هم همین است که تقدیرات و اندازه ها اونجا معلوم میشه و تقدیر و لحاظه المعلوماتی که قبل از این سه رتبه بود، قبل تفصیلها، قبل از اینکه تفصیلش بیاد و توصیلها، توصیلها عیانا، توصیلها عیانا یعنی همون رسیدن و تحقق بیرونیش، توصیلها عیانا و وقتا، که اینا سه تاشو گفته، تفصیلها و توصیلها عیانا و القضاء بالامضاء بالامضاء هو المبرم من المفعول مفعولا، از افعال اون چه که قضاء و امضاء بهش تعلق میگیره دیگه اونها حتمه، اونجا ابرام است، اونجا دیگه تغییر پذیر نیست. بل قضاء و بالامضاء هو المبرم من المفعولات ذوات الاجسام المدرکات بالحواس، یعنی اونی که در عالم مدرکات ذوات الحواس ایجاد میشه، من ذوی لون و ریح و وزن و کیل و مادب و درجه من انس و جن و طیر و سباع و غیر ذلک من ما یدرک بالحواس، اونایی که با حواس ادراک میشن اون مرتبه امضاء و قضاست، اونجایی که دیگه قابل حس میشن این تحقق اونجا مرتبه چی هستش؟ مرتبه امضا و قضاست که دیگه اونجا تغییر امکان پذیر نیست، دیگه تحقق پیدا کرده. فلله تبارک و تعالی فیه البدا مما لا عین له، تا به مرتبه حواس نرسیده، تا وقتی به مرتبه حواس نرسیده، تا هنوز تحقق بیرونی لا عین له، هنوز عین بیرونی و من هنوز اون تحقق کونی پیدا نکرده، بدا امکان پذیر است. پس بدا تا کجاست؟ تا قبل از عالم اجسام امکان پذیر است، درسته؟ بعد الله تبارک و تعالی فیه البدا مما لا عین الله، هنوز عین پیدا نکرده. فاذا وقع العین المفهوم، فاذا وقع العین المفهوم المدرک، اون جایی که عین پیدا میکند و فهم پیدا میشه و مورد ادراک واقع میشود، فلا بدا ابلا و یفعل ما یشاء، خدا هر کاری که فعلی رو که بخواهد به شاء او تعلق بگیرد خدا انجام میدهد، یعنی مانعی برای شاء او نیست، علتی برای شاء او نیست، علت شاء او فقط علمشه. همه اون چیزی که عنوان مادی جسمانی پیدا میکنن خب چاقو کشیده شده، این جسم هم در حقیقت چی هستش؟ لطافت داره. اگر میگه این باید ببره، این ببره حکم مای، اما موانع دیگری ممکنه در کار باشه. اگر مثلا مثال عرض میکنم، آتش باید بسوزاند یا نسوزاند، اما اگر فرض کنید کسی یک لباس نامرئی پوشیده باشد که حافظ از آتش باشد، خب این دیده نمیشه، اما آیا آتش باید بسوزه؟ نه، معلوم میشه علت قاهری در کاره، منتها علت قاهری جسمانی دیگه، درسته؟ اما میتونه یه علت قاهری غیر جسمانی هم در کار باشد؟ میتونه یه علت قاهری غیر جسمانی، این جسمانی چطور امکان پذیره؟ جسمانی نامرئی با غیر جسمانی تفاوتی نداره، جسمانی که ما نمیبینیم عرض کردم، وقتی تو جسمانی نامرئی ما گفتیم امکان پذیر است، یه علت قاهر است، میاد که این سبب رو نمیذاره، مانعه، درسته؟ میگه عیناً همین تو نظام علت غیر جسمانی هم هست که اونجا سبب قاهره، آتش هست، بدنم آماده سوخته شدنه، ولی تو آتش قرار میگیره نمیسوزد، درسته؟ نمیسوزد چی میشه این؟ یه علت دیگری قاهره برای اینه دیگه. پس ما یه سبب رو میشناسیم که آتش و سوزاندن آتشه، اما اسباب دیگه در کار هست یا نیست؟ منطقه عادتا ما اون اسباب رو ندیدیم، ولی وقتی که محقق میشه میفهمیم هست، و وقتی اینو فهمیدیم یاد میگیریم که همیشه این گونه نیست که این علیت فقط و فقط که ما میشناسیم تأثیر، اگر اینو شناختیم اون موقع تو اوج استراراتی که همه شرایط علیه ماست احساس میکنیم که راه فرج امکان پذیره، چون خدای تعالی فوق هر سببی قاهر و هر سببی است و سببهای دیگری دارد که ما نمیشناسیم، ما علم به او نداریم، علم به ما سبب نمیشه که سبب محقق بشه، سبب که محقق میشه ما علم به او پیدا میکنیم. اگر سوزان معلوم چه مانعی نداشته و سبب قاهر دیگری نبوده، اگر نه سوزان معلوم چه سبب قاهر دیگری بوده، از اون همین همین ماده مشهود، پس این ماده مشهود چیز ما نیست، متعارف ما نیست، ماده مشهود علل اطلاقی که اراده خدا میتونه چیزی داشته باشه ما خبر. این بحث داره، البته یه بحثی داره که عوالم وجودی یه نظام علم داره همشون، چه عالم ماده چه عالم غیر ماده، یه نظام علم داره، یه نظام طریق در حقیقت به رسیدن به شیء دیگر دارن، یه اینکه خودشون در حقیقت چی هستن؟ مقصدن. حالا اون به عنوان مقصد میشن این، به عنوان مقصد خودشون میشن این، ولی به عنوان طریق میشن علم برای رسیدن بعدی، که حالا این بحث داره که این روایت قبل علم علم الاشیاء قبل کونها و بالمشیته، ببینید حالا علم الاشیاء قبل کونها، با علم این شناخته می شود و بالمشیه عرف از صفاتها و حدودها، کلیت این شناخته میشه با مشیت،
صفات یعنی اون صفات کلی، مثلا اینکه ماهیت نوعی، مثلا ماهیت نوعیه، صفاتها و حدودها و انشأها قبل اظهارها، قبل از اظهار بیرونیش انشاء میکند او را، اون مرتبه چی را؟ کلیت را، یعنی خدای تعالی به واسطه علمش و شاعش انشاء میکند اون چی را؟ اون مرتبه را، اون مرتبه انشاء شده، تحقق پیدا کرده نسبت به مرتبه قبل اون عین است، دقت میکنی؟ اما نسبت به مرتبه بعد علم است، نسبت به چون هنوز کون بیرونی عینی محسوس خارجی محقق نشده. لذا میفرماید که بله، و بالمشیت عرف صفات و حدود و انشأها قبل اظهارها و بالارادته، کار اراده چیه؟ میز انفسها فی الوانها و صفاتها، که اینا تمایزات ایجاد میشه، پس اونجا ایجاد صفات میشه، اینجا تمایز بین صفات ایجاد میشه، تمایز بین صفات در مرتبه اراده که عزمه، و به تقدیر قدر اقواتها و عرف اولها و آخرها، حدود زمان و مکان و در حقیقت جزئیات تقدیریش محقق میشه، و بالقضاء ابان للناس اماکنا، با قضا مردم مییابن این کجاست، بالقضاء ابان للناس اماکنها و دلهم علیها، مردم مییابن اینها رو، دلالت میشه براشون، و بالامضاء شرح عللها و ابان امرها، دیگه وقتی که امضا شد همه چی دیگه آشکار میشه، دیگه اونجا دیگه در حقیقت همه جزئیات، همه تفاصیل قابل رؤیت هم هست، شرح عللها و ابان آشکار میشه، تبیین میشه امرها، و ذالک تقدیر العزیز العلیم. ان شاء الله این بحث ادامه داره در روایت بعدی، منتها دیگه به اختصار، این شاید طولانی ترین روایتی که تو بحث اون مراحل وجودی از زوایای مختلف بحث رو مطرح کرد، که با شناخت عوالم این امکان پذیر میشه. سوال جواب تناسب داشت، سوال از علم بود ولی حضرت مراتب از علم به این آمدن رو گفت. نه دیگه، اینا همه مراتب علم الهیه، یعنی هر کدوم از اینا مراتب، این همون علم دیگه، به تمام اینا، یعنی صحیفت الکون علم الهیه، همون کون اون مرتبه علم الهی هم، لذا فرمود که بیان کرد که علم الهی، که علم الله که میگید مراتبی دارد. سوال کرد علم الهی چیه؟ علم الهی مراتبی دارد، یه مرتبه ذاته، یه مرتبه میرسه تا آخرین مرتبهش خود متن وجوده، متن وجود هم علم، لذا قضا و امضا هم علم الهیه، همه اینا مراتب علمه، یعنی هفت مرتبه یا در این روایت شش مرتبه علم الهی داره. بس سلام علیکم. اگه بحث سخت بود ببخشید دیگه، این بحث خلاصه جزء سنگین ترین بحث علم الهیه دیگه، خواستیم بدون اصطلاحات حرف بزنیم دیگه، این دیگه خلاصه همینقدر بیشتر از زبان ما نمیاد.